برای اینکه بخوایم چیپس رو درست کنیم، ابتدا نیاز داریم که ما سیب زمینی ها رو به صورت نازک ببریم. من با چاقو این کار رو میکنم. شما اگر مندلین دارین یا رنده دارید میتونید با رنده یا مندلین این کار رو بکنید. به این صورت سیب زمینی ها رو برش دادم با چاقو. ببینید کاملا بایستی نازک باشه. بعد زمانی که سیب زمینی ها رو برش دادم، داخل این کاسه آب خنک میریزمشون. همینطور که مشاهده میکنید من سیب زمینی ها رو داخل آب سرد قرار دادم. الان این آب اضافی رو خالی میکنم و بقیه مراحل رو بهتون نشون خواهم داد که چه کنید. بسیار خوب، سیب زمینی ها رو به این صورت آبشون رو خالی کردم و الان روی سیب زمینی ها نشاسته سیب زمینی اضافه میکنم. و کاملا سیب زمینی ها رو ماساژ میدم تا این نشاسته به خورد سیب زمینی ها بره. مراقب باشید فقط سیب زمینی های شما خورد نشن. کاملا کل سطح سیب زمینی ها رو با نشاسته مخلوط کنید. میذارم یه چند دقیقه اینجا بمونه تا نشاسته به خورد سیب زمینی ها بره. در همین حین روغن رو در تابه میریزم و میذارم کاملا داغ بشه. حرارت رو روشن میکنم متوسط رو به بالا باشه. روغن رو اضافه میکنم. من دارم از روغن آفتاب گردون استفاده میکنم. شما از هر روغنی که دوست دارید و مایل هستید استفاده کنید. الان فکر میکنم دیگه روغن یه جوری داغ شده باشه. بذار ببینم. بله خوبه. الان سیب زمینی ها رو به این صورت پراکنده داخل روغن میریزم. زیادم روغن رو داغ داغ نکنید که دیگه سیب زمینی مجال پختن نداشته باشه. حرارت هم بایستی رو به بالا باشه. آروم سیب زمینی ها رو هم بزنی و سعی کنی که به هم نچسبن. نهایتا 2 دقیقه تا 3 دقیقه به نظرم کافی باشه برای سرخ شدنشون، چون سیب زمینی ها بسیار نازک خرد شده. بیشتر از چند ثانیه سیب زمینی ها رو در آب سرد قرار ندادم.
نیازی نیست، حتی شما اگر نمیخواید میتونید سیب زمینی ها رو داخل آب سرد هم قرار ندید، مشکلی نیست. من فقط به خاطر اینکه داشتم با چاقو سیب زمینی ها رو خورد میکردم و زمان بر بود، گفتم رنگ سیب زمینی ها تغییر نکنه و تیره نشه، فقط به این دلیل بود. ما نیاز داریم که نشاسته سیب زمینی همراه سیب زمینی بمونه. حرارت رو کنترل کنید که سیب زمینی ها نسوزه. میتونید از این لحظه به بعد حرارت رو پایین بیارید تا کاملا تمام سطح سیب زمینی ها یک نواخت سرخ بشه. بعد درون صافی میریزید. و بعد روی دستمال آشپزخونه من اینها رو برمیگردونم به این شکل. به این شکل میذارم تا روغن اضافیشون بره. خب الان بچه دوم، الان قسمت دوم، بخش دوم سیب زمینی ها رو در روغن میخوام سرخ کنم. اگه دوست داشته باشید الان هم میتونید بهش یک مقدار نمک اضافه کنید. من اصولا در این لحظه نمک رو اضافه میکنم، ولی اگر شما دوست دارید میتونید در قسمت آخر هم نمک رو اضافه کنید. بسیار چیپس خوب و تردی میشه.
به شرط اینکه با حرارت متناسب اینها رو سرخ کنید. الان اینا رو می‌ریزم روی دستمال آشپزخونه تا کاملا روغنشون کشیده بشه. این هم از کریسپ که آماده شد. با اجازتون من یه دونش رو امتحان کنم ببینید چقدر خشک و خوبه. ببینید چیپسا هر چقدر بمونه تو هوای معمولی برای نیم ساعت تا یک ساعت به مراتب خشکتر میشه و بهتر میشه. این الان کریسپ تازه است، چیپس تازه است. بخ بخ، خیلی خشک و خیلی خوشمزه است. نمکش هم که من زیاد نمک نمیریزم، دوستم طعم سیب زمینی رو داشته باشم. شما هم میتونید روش پاپریکا بریزید، میتونید پودر گوجه فرنگی، پودر فلفل، هر چی که دوست دارید میتونید روش بریزید به همراه نمک و نوشه جان کنید. من با نمک بیشتر دوست دارم. امیدوارم صدایشو بشنوید، خیلی خشکه، خیلی خوبه. عالی. امیدوارم درست کنید و لذتشو ببرید. خیلی کریسپ خوشمزه. من اینا رو الان برمیدارم میرم میشنم یه فیلم خوشگل ایرانی هم باش تماشا میکنم. و نوشه جان، امیدوارم شما هم دست به کار بشید و این کریسپ های خوشمزه رو با دستور من تهیه کنید. بهتر از اینه که کریسپ از بیرون بخرید، کریسپ داخل خونه، چیپس داخل خونه به مراتب خوشمزه تره. رازشو بهتون گفتم. این بود ویدیوی امروز ما. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و چنانچه از این ویدیو لذت بردید خوشتون اومده، لطف کنید لایک کنید، کامنت بذارید، از بازارچه آگهی ها دیدن کنید و در نهایت کانال مهارت های آشپزی با نیلوفر رو هم به دوستانتون معرفی کنید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون.